الله اکبر. چقدر عمق داره این حدیث. قومی که من میشناسم مردمانی هستن که علم و ماجهل و هاولا، این چیزایی که اینا نمیدونن تو میگه این قوم جاهل هستن، یه عده‌ای هستن اینا رو میدونن، مسائل رو میدونن، اما علم خودشون رو جهل قرار دادن. یعنی چی؟ یعنی به علم خودشون عمل نکردن. همین که عرض کردم، عقل و علم به داشتن نیست بل به عمل کردن است. طرف میدونه سیگار بده، سیگار میکشه، پس این عالمی است که قد قتل او جهلو. علم دارد سیگار مضر اما میکشه، علم دارد که مشروب شراب مثلا حرامه و ضرر داره اما انجام میخوره. علم داره غیبت، غیبت کردن این خوردن گوشت برادر مرده است. علم داره لقمه حلال تأثیر داره در تربیت بچه ها، علم داره اما انجام میده. علم داره گناه تیرگی است و تاریکی است اما انجام میده. پس این عالم است، میداند، اما قد قتله جهلو، علم خودشو جهل قرار داد. اینجاست که فرمودن که شما مواظب باشید، جز این دست اینا بدبخترن. پیامبر فرمودن یا سعقده ها اولای اشقا، اینا شقیترن، بدبختر و بیچارترن. اونا که نمیدونن خب عذرشون موجهه. اون کسی واقعا به شما عرض میکنن، کسی اگر بهش حجت تمام نشود روز قیامت مؤاخذه نخواهد شد. اگر حجت تمام برش نشود، قطعا عدالت الهی، رحمت الهی، کسی که حجت برش تمام نشده باشه خب دسترسی نداشت. اما کسی که بداند و علم خودش عمل نکند، این میشه اشغل اشقیا که خطر است. خب حالا من مقدمه رو عرض بکنم، بریم سراغ حدیث اصلی. کسانی که میخوان یادداشت کنن در صفحه قلبشون یک صلوات بفرستن. خب سوال، یا رسول الله من اعقل الناس. ما سبب این مجلس رو میخوام هدیه بفرستیم برای مرحوم سپیده اش. ایشون که رفت، روحش شاد، مکانش الان نزد ملکوت است، فی حضیره القدس، مهمان بر خود، وارد بر خداوند شده است. اونجا در عالم ملکوت است، جایگاه او راحت است، مخصوصا با این صفات ویژگی که خوندیم. ایشان صادق بود، مهربان بود، مؤمن و با ایمان بود، اهل عبادت و طاعت بود. بله برای بازماندگانش انصافا سخت این فراق، این حقیقتا خب مصیبت سخته. اما ما این مجلس رو میخوام، این ثواب این روایت نورانی و این مطالبی که انشاءالله گفته میشود از آیات روایت هستش، نثار این مرحومه فقیده تازه گذشته بکنیم. ان اعقل الناس، جواب، ویژگی های عاقل ترین مردم 4 تاست طبق این حدیث. خیلی حدیث قشنگی است عزیزان، با دقت گوش بدید. 1، عبد عرف ربه فأطاعه، عبد عرف عدوه فعصاه، عبد عرف دار اقامتها فأصلحها، و عبد عرف سرعة رحيلها فتزبد لها. خیلی جالب. این من سعی میکنم مختصر عرض بکنم، اما یک 4 کلمه 4 دنیا معنا دارد. 1، اولین ویژگی انسان عاقل. ما تو تعریف بعضی ها میگه آقا عاقل کیه؟ میگه آقا طرف خیلی زبر و زلنگ و زیرک باشه، یه تومن و دو تومن بکنه، خیلی مثلا بتونه کارشو زود راه بندازه، خیلی مثلا بزن بهادر باشه، چیکار بکنه، چالاکی و مثلا این تعریفا که ما فلان خیلی مثلا خیلی باهوشه، خیلی عقلش زیاده. اینا نیست، در این فرهنگ این مطالب نمی گنجه. ببین چقدر زیبا، عقل الناس، عاقل ترین مردم کیست؟ آخه خرد ورزی و فرزانگی و فرهیختگی تعریف داره از زبان اهل بیت میشه. رسول مکرم اسلام فرمودن 1، عاقل میدونید کیه؟ عبد عرف ربه فاطاعه. تو این 4 محور هم خداشناسی است، هم دشمن شناسی است، آفت شناسی، و هم دنیا شناسی و هم آخرت شناسی. اصلا 4 درس به ما میدهد. این میشه انسان عاقل، این میشه انسان کیس، اکیس و ناس. ما روایت داریم میدونی زیرکتر مردم کیه، باهوشترین کیه؟ اونی که آخر کارو بدونه، اونی که برای آخرتش بار سفر ببنده. ما حدیث داریم زرنگ اونه، شاهنامه آخرش خوشه. اگر آخر خط رو خون، پس بدون خیلی آدم تیزبینیه، خیلی دوراندیشه، خیلی نور عقلش، بردش، مسافتش زیاده، ویژنش فقط اونو که دماغش رو نمیبینه، فقط حیات دنیای مادی رو نمیبینه موقت، بلکه عبد عرف ربه فاطاعه، عبدی که خدای خودش رو شناخت پس آنگاه اطاعت کرد. این محور اول. پس انسانی که خدا رو بشناسه، ببینید شناخت تنها کافی نیست، گفت عرف ربه و اطاعه،
اصلا میگه فافای نتیجه است، فافای کانسکوئنس، یعنی نتیجه اون معرفت الله اطاعت میاد دیگه. فاعطا، این فا مترتب میشه بر معرفت، یعنی عرف ربه، خدای خودش رو شناخت، پس ها نتیجه میدهد فاعطا. اتفاقا جالبه، یعنی اگه کسی خداوند رو نشناخت اصلا اطاعت دنبالش نمیاد. پس اطاعت میوه این فرزند مشروع معرفت الله هست. خدا رو بشناسد پس آنگاه اطاعت بکند. حضرت زینب سلام الله علیها در شب 11 عاشورا محرم الحرام، بعد از اون همه مصیبت، کشت و کشتار، اون صحنه دلخراش عاشورا، حسین ابن علی از خواهرش میخواهد یا اختا تستغیث ربک الی الصباح و الی الفجر. زینب ولو نشسته نماز شبش خون، نشسته خون، چون اون مصیبت، کوه مصیبت، اما نماز شبش ترک نشد. و حسین از خواهرش التماس دعا میخواد، به من در نماز شب دعا کن. هنگام نماز شبشون هم ترک نشد در اون فضا، در اون فضا. این یعنی حقیقتا انسانی که خدا رو بشناسه وقت اینجور با لذت به استقبال فیده. اما ما ضعیف الایمان ها، ما که عرف الله توش موندیم، تو معرفت الله موندیم، وقت یک حادثه، یک کوچک در زندگی بیاد، وقتی میبینی طرف متزلزل میشه، اصلا دین و ایمانش رو، یه مصیبتی، یه داغ، یک کمبودی، یه مشکلاتی، یه دستاندازی، یه ابتلایی، میبینی که من خودم رو عرض میکنم، ما ضعیف الایمان ها، میبینیم که دو جا میزنه. وقت اگر معرفت الله ناقص باشه، وقت دیگه انسان ارزم توی شدائد، توی مصیبت ها در زندگی ناملایمات، وقت اونجا آزمون، در آزمون، در امتحان دیگه نمیتونه پس بکنه. پس این نکته اول است. پس اطاعت الهی بعد از معرفت است. شناخت خداوند لازم اما کافی نیست، شرط لازم و کافی، هم خدا رو بشناسیم هم اطاعتش بکنیم. و من یطع الله و رسوله فاولئک هم الفائزون. اطاعت الله و اطاعت رسول فوز می آورد، یعنی فائزین، رستگاری می آورد. یطع الله و رسوله، ان کنتم تحبونی فاتبعونی یحببکم الله. محبت باز ثمرهش همون اطاعت است، یعنی ثمره محبت. شما یک کسی دوست داشته باشی، آقا ازش اطاعت میکنی یا نه؟ شما همسرتو دوست داری، همسر شوهرش رو دوست داره، خب هر هم دیگه گوش میدن دیگه، شنوایی دارن دیگه، اطاعت میکنن. چشم. معنیش اینه که محبت هست دیگه. این نکته مهمه. من امروز در نماز جمعه یک حدیث خواندم، بعضی از دوستان اومدن براشون جالب بود، یادداشتم کردم، گفتن که من حدیث خوندم، اینو چون مربوط به بحث من میشه بگم، گذرا رد بشم. حدیث خیلی جالبه. فرمودن که امام امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که شما اعبد ربک به قدر حاجتک الیه. عزیزان، خواهران، برادران، این حدیث رو بشنویم. فرمودن خدا رو اونقدر عبادت کن به اندازه که حاجت بهش داری، به اندازه نیازت به خداوند خدا رو عبادت کن، خدا رو اطاعت کن، بندگی کن. به قدر حاج ان تعبد ربک به قدر حاجتك الیه، خدای خودت رو عبادت کن، اطاعت کن به اندازه که نیاز بشه، چقدر بهش نیاز داری. دو، ان تعصیه به قدر طاقتك علی النار، معصیت خدا رو بکن، گناه نافرمانی بکن، اما به اندازه طاقتت بر نار و آتش جهنم میتونه تحمل بکنی، به هر اندازه که طاقت داری و میتونه تحمل بکنی، معصیت. سه، و ان تعمل لدنیا به قدر عمر کفیها، برای دنیا هم کار بکن، برو دنبال دنیا، بچسب به دنیا، اما به چه اندازه؟ اون میجرمنت، اون اندازه که ما برای دنیا کار بکنیم، به قدر عمر کفیها، به اندازه عمرت، عمر چند ساله؟ این خانم جوان 44 ساله، خدا رحمتش کنه. ما هم که ننوشته که حتما سنی از ما بگذرد، سنی که گذشته است یا بیشتر بگذرد، انسان آماده میشد. فتزبد لها که الان بهش میرسه. پس انسان برای دنیا، بره سراغ دنیا، که دیشب توضیح دادم دنیا چیست، به قدر عمر کفیات. پس چهارم، و ان تعمل لآخرتک به قدر بقای کفیها، برای آخرت هم کار بکن، تا چه اندازه؟ به قدر بقای تو در آخرت، چقدر اونجا میخوای بمونی؟ چقدر اونجا ماندگاری؟ نگفتن زندگی جاوید و ابدی؟ به همون اندازه اینجا براش کار بکن، اینجا اندوخته، اینجا ذخیره کن، اینجا آذوقه گیری، اینجا زاد و توشه بردار. پس بنابراین محور اول، عاقلان عالم، اگر بخواهید بدونید عاقلید یا عاقل نیستید، بشنوید. یک، ان ار تعرف ربه فاطاعه،
این اولین ملاک شاخصه اصلی عاقلان و زیرکان عالم است. خدای خود رو بشناسد و از خدا اطاعت کند. دو، عرف عدوه فعصاه، دشمن شناسی. اینجا میشه آفت شناسی. اینجا میرن کلاس آفت شناسی باز میکنن، میکروب شناسی. یا آقا چرا میکروب شناسی درس رسمی دانشگاه میکروب شناسی؟ بله لازمه. اگه نشناسی وقتی که سلامت نمیتونه سلامت رو تأمین بکنی. شما دشمن شناسی که اصلا میگید و انا عبد الله واشتلب الطاغوت و ما کننا ما بله نبعث رسولا. خداوند میفرماد که ما بر هر امتی رسولی فرستادیم، یعنی حجت تمام شد. وقت اینا میمدن چی میگفتن؟ دو پیام داشتن، انا عبد الله واشتلب الطاغوت، خداشناسی، آفت شناسی. طاغوت رو بشناس، دشمن رو بشناس، بعد اجتناب ها فعصاه. با خدا روش پیدا میکنی، با دشمن شناسی در خودت رو واکسینه میکنی که وقت سقوط نکنی به اسفل سافلین. چون دشمن توست، دشمنم که به به چهشا که نمیکنه، دشمن به هر حیله و وسیله میخواد که ضربه بزنه تو. و عدو و امام هم شیطان دیگه. بنابراین انسان عاقل، انسان زیرک میاد آفت شناسی میکنه، میکروب شناسی میکنه، دشمن شناسی میکنه، که اتفاقا اینم عامل رشدشه. لا اله الا الله. اله یعنی همون اشرب و طاغوت دیگه، یعنی آفت شناسی. اله آفت ماست. اله های عالم آسیب یعنی صد راه رشد و کمال انسان هست. پس بشناس، آلهه ها رو فروریز، در هم شکن، پرواز به سوی الله بکن. اینم قدم دومی است که انسان برای معرفت، برای عقلانیت و رشنالیتی این نیاز است، این فاکتور و این پارامتر. آیت الکرسی که ما میخوانیم و امام معصوم فرمودن در هر کلمه ایش خداوند 50 برکت در زندگی شما میدهد. آیت الکرسی زیاد بخوانید، به بچه ها دونم یاد بدید که حفظ بشه. لازم نیست توی سجاده و مسجد بشینیم بخونیم، رانندگی آیت الکرسی بخون. قدم میزنیم سر کار هستی رفت آمد آیت الکرسی. اسماء الحسنا در این آیه شریفه و کریمه هستش، به هر کلمیش خدا 50 ثواب و برکت به شما میدهد. در همین آیت الکرسی ما میخوانیم فمن یؤمن بالله، بعد شما بگید و یؤمن بالله، فمن یؤمن بالله و یکفر یک بله یک یکفر به طاغوت، فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. بعد اولا میگه یکفر به طاغوت، اول لا اله، اول آفت شناسی، اول دشمن شناسی است، بعدش میگه یؤمن بالله. اول شما ظرف رو از میکروب ها تمیز میکنی، بعد شیر رو درش میریزی. اما میگه نه، حالا ترحم بر پلنگ، بعد ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان، حالا نه، حالا آسیب کاریش نداشتی باش. خب شما خلاف عقله، خلاف حکمته، شما شیر رو فاسد کردی. این نکته خیلی مهمی است که ما در حقیقت اینم باید یاد بگیریم. دشمن شناس. ابو عزه حجمی ایشان در جنگ بدر بود، در میان مشرکین بود که لشکر کشیدند و شمشیر بر علیه مسلمانانی که تازه حالا اومدن مدینه بود. در حقیقت وقتی در میان مشرکین بود، اسیرم شد، اسیر شد، اومد پیش پیغمبر اکرم و عذرخواهی کرد و من آقا مثلا زن و بچه دارم، من رو آزاد کنید و من برم مکه. مکه هنوز پایگاه مشرکین بود، ایشان در مدینه اسیر شده بود. در جنگ بعد اولین غزوه اسلام، پیامبر اکرم، پیامبر رحمت، ایشونو فرمودند آزادش کنید. رفت، گفتن من تا پیمان بده، به شرط تعهد و پیمان بده که دیگه مشرکین رو حمایت نکنی، بر علیه مسلمانان دیگه تحریکشون نکنی، اونها رو در حقیقت فتنه نکنی دیگه، بدجنسی نکنی. چش حرکت کرد، رفت مکه، پیمان شکنی کرد. اون قولی که تعهد اخلاقی که پیامبر رحمت داده بود فراموش شد، یعنی فراموش نکرد، زیرش زد. دوباره جنگ احد شد، سال سوم هجری، یک سال بعد، یعنی سال دوم بعد بود جنگ، سال سوم احد بود. اومد رفت، چه فتنه‌گری و مشرکین و قریش رو تحریک کرد علیه مسلمان ها. اومدن دو مرتبه، چقدر فتنه و چقدر موجب قتل و اینها شد. دوباره اسیر شد، اوبار نمیشه پیغمبر اکرم. دوباره شروع کرد، پیامبر من رو آزاد کن، ببخشید من زن و بچه دارم، من منتظرم مکه، میخوام بعد پیغمبر. نه دیگه، این المؤمن لا یلدغ من حجر مرتين. شما پیمان شکنی کردی، شما اینجور آزاد بشی دوباره بگی به مشتکی، بگی من به پیامبر دو بار دروغ گفتم، دوباره کلا درش گذاشتم. این دیگه این خلاف، حالا پیغمبر رعفت داره اما حکمت هم داره. با بعضی میگه خداوند غفور و رحیم است، درست، اما خداوند حکیم هم هست. حکمت تمام اسماء الحسنا به حد بی‌نهایت در خدا هست. بنابراین نمیشه ما معرفت خدا را کاریکاتوری داشته باشیم، یک بعدشو بگیریم اینو هایلایت